دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ یه ویدیوی تحلیلی دیگه اومدیم یه سری بزنیم به بیت کوین. بچه‌ها، BTC به USDT تایم فریم یک ساعته. امروز می‌خوایم ماهانه هم چک کنیم بیت کوینو. خب همونجوری که دیدین، البته من دیروز توضیح بدم بچه‌ها، دیروز یعنی پدر من این بیت کوین در آورد. چپو می‌بینه میره راست. یعنی اصلا یه وضعی بود. شماها به من بگین تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن رو، بذار اینا رو جمعش کنم. شلوغش نکنیم. خب اینم جمعش کنیم، اینم جمعش کنیم. آقا بعد از شکست ببین، دوتا خط کشیدیم واسهش، گفتیم آقا یه خط روند نزولی داره که داخل این خط روند نزولی یه خط روند نزولی دیگه تشکیل داده و یه خط روند سعودی هم اینجا حمایت شده روی عدد 39500، 40000، 41000. چند بار اومده توی این منطقه و توی این منطقه حالا خدایش واقعا هم دارن حمایت میکنن و خوب خرید کردن. یعنی هر دفعه به این منطقه رسیده یه حمایت خوب شده. اوکی، پس ما یه سطح محکم اینجا داریم که اگر بخواد بشکونه باید 40000 رو به پایین بشکونه و اگر 40000 رو بشکونه دیگه قشنگ تا 37.5 به نظر من خالی زیرش و راحت میتونه بیاد. من دوتا اوردر خرید گذاشتم، 40 هم پر کردم اینجا، یه رو نصف اینجا خالی کردم، دوباره گذاشتم رو 40 و 37 و منتظر 37.5 و منتظر خریدم روی تمام آلت کوین ها. خلاصه حالا اینو بهت بگم آقا، اومد اینو از پایین شکون تو تایم فریم 15 دقیقه ببینیم. خب تو 15 دقیقه شکون پول بک و منتظر ریزش. اوکی، پیچید رفت بالا. این یک سوتی، یک خطای تکنیکالی. میخوام بگم پرایس اکشن و تکنیکال تو این یکی دو روز واقعا به چالش کشید. دوباره رنج تکون نمیخورد مارکت، یه سقف دید، اوکی دوباره ریزش. گفتیم خب سقف رو دیده، یه کف میبینه، باز سقف میبینه، از همینجا گردش کرد اومد بالا. گرفتی چی شد؟ پس دوباره حالا اینجا رو میخوام برات یه کار دیگه کنم، متوجه بشی. بذار من از اینجا اینو برش دارم. اومدم این قله رو تا اینجا بود مارکت دیگه، اینجا یه کانال کشیدم براش. خب کانال رو گفتیم به بالا شکوند، اوکی دوباره برگشت رو کانال. دوتا دوباره سقف رو زد، منتظر بودیم کف رو ببینه، درست تشخیص دادیم، اومد کف رو ببینه، از همینجا گردش کردن رفتن بالا. دوباره گفتیم خیلی خوب میره بالا، سقف و شکوند، اوکی سقف و شکوند، منتظر پول بکیم زد، حالا منتظر حرکت به سمت بالاییم، داره کف سقف های پایین تر میزنه. ببین شیبو میبینی؟ سعید چرا اینا کوچولو شد؟ آها خب بعد این هنوز داره کف سقف های پایین تر میزنه. یعنی چی؟ یعنی روند همچنان نزولیه و یه بار دیگه باید محکم بشکونه به سمت بالا. ولی در کل اکثریت الان میگن آقا روند سعودی شده، نگران نباشین. نه، من همچنان معتقدم بچه روند ما کلن اینو ببین، این نزولیه، این خط هنوز خط اصلیمون نشکسته، خط اصلی 51ه. پس هر وقت که مارکت زیر موینگ 200ش توی تایم فریم دیلی باشه ما میگیم خط روند نزولی هستش. چه؟ حالا یه بار دیگه ممکنه بیاد این تاچ کنه که میشه همون مصادف میشه با عدد 45000 که تو چند 4 تا 3 تا ویدیوی قبلی هم گفتیم و منتظرش هستیم. مکدی هم داره کم میکنه، دقیقا همین اتفاق داره میفته و میایم به این سطح میرسیم. یه بار دیگه اینو باید تستش بکنه، حالا امروز، فردا، پس فردا، به هر حال این اتفاق میفته و اگر بخواد این اتفاق بیفته اینجا اگر بشکونه خیلی خوشگل، دیگه راهی نداره جز این که برسه به این سقف بعدیش که 50000. ممکنه یه هفته هم طول بکشه تا این برسه ولی میرسه. پس سعید تو میگی خط روند سعودیه، من میگم نه، روند همچنان نزولیه ولی قیمت، بازار، گاوها دوست دارن مارکت رو ببرن به سمت بالا و داره این اتفاق میفته. یعنی خیلی حمایت شد. اوکی، پس اگر بخواد ریزشی باشه 40-37.5، اگر بخواد سعودی باشه پله اول 44945 که همین خط موینگ 200ش باشه و این دوتا مقاومت حمایت و بعدش عدد 50700. آیا به اینجا میرسه سعید یا نه؟ آره میرسه. دو حالت دیگه، یا بالا داریم یا پایین دیگه.
یا اینو مستقیم میزنه به این یه ریزش دیگه بعد میره بالا، یا از همینجا میاد به این میخوره میریزه یه بار دیگه 40 39 37 رو تست میکنه بعد میاد میشمونه میره بالا. در هر دو صورت تهش این بالا هستیم، یعنی اونایی که از گذشته خریدن اصلا نگران نباشن، فقط سرمایه گذاری کرد یکم زمانش این سری طولانی تر شد، اصلا ناراحتی نداره چون تعداد آلت کوین ها کم نشده، قیمتشون اومده پایین. یکی نوشته بود برام که سعید من ضرر کردم، خرید کردیم کلی مارکت ریخت و فلان اینا 50000. گفتم چند تا بی ام بی خریدی؟ گفت مثلا 100 تا. گفتم 100 تا چوره 99 تا؟ گفت نه داداش 100 تام 100 تاست. گفتم خب پس چرا میگی ضرر کردم؟ یکم فکر کن باش، قیمتش اومده پایین. تو اگر تعداد سکه بهار آزادی خریده باشی تعدادش که کم نشده ضرر کنی، قیمت سکه بهار آزادی ممکنه بیاد پایین، ولی سال دیگه بالاست، سال بعدترش باز بالاتر از سال قبل. یک سالو به من بگو که طلا سکه توی ایران یا هر جای دنیا قیمتش از اون سال دیگه پایین تر باشه، اگرم یه پول بک زده اومده مثلا هم قیمت یا پایین تر، سال بعدش دوبل جبران شده. پس نگران نباش، حالا این سال نیست، این یه هفته 10 روز یک ماه، یک ماه و نیم تهشه، تهش یک ماهه، هنوز 20 روز گذشته عزیزش. پس نگران نباشین، اصلا نگران نباشین و مارکت برمیگرده بالا. بچه آلت کوین هایی هم که این امروز بخواد بهتون سود بده، خب بریم سراغ IDX. این که ترکون نسبت، من میخواستم اینو سیگنالش هم بکنم به خاطر بیت کوین نکردم، 39% از دست داریم، اینو آوردمش حتی تو واچ لیستم، اگرم دقت کرده باشین یه خط روند رو شکونده، ولی با این مارکت جرئت نمیکنم سیگنال بدم. یعنی میدونی چی میگم، یه وقتایی هست میگه آقا دستتو بکن تو جیبت بشین نگاه کن، الان اون روزاست، الان زیاد اون بایوسل رو بزنی خالیت میکنه، خیلیاتون دارین این کارو میکنین، ولتاتون هم داره خالی میشه. تروی تو دیلی اومده بالای موینگ 200، این میتونه اتفاق خوب باشه توی 4 ساعتش. بچه ها ببینین 46% تو 20 ساعت گذشته و فوق العاده عالیه، میتونه تا این حتی یه کم دیگه میتونه بره بالا، یه 20-30% دیگه جا داره، ولی من باشم صبر میکنم یه پول بک روی این سطح بزنه و بعد حرکتشو به سمت بالا انجام بده. میتونم توی دراز مدتش اگر حساب کنیم مثلا این اومده یه پول بک زده و حرکتش شروع کرده، ولی من فکر میکنم یه پول بک دیگه داشته باشیم با توجه به ریزش های بیت کوین. ارز نه اینو که ولش کن، این کم دودو هم میتونه یه حرکت داشته باشه امروز، دودو رو زیر نظر داشته باشین، سیگنالش نمیکنم ولی از همینجا 7%، ولی یه کم میکنه اینجا میاد پایین بعد دوباره میره بالا، حواستون بهش باشه. XVS هم که هیچی، لینک هیچی، KMD هم اخبار خوب داره ها، KMD هم بچه ها احتمال میدیم که چون بایننس حمایتش کرد پروژهشو، اخبار فانداش هم اومده بود. XMR که حالا XMR ما شورت دادیم، تارگت 1 و 2 و 3 مون خورد بعد رفت بالا، الان هم شکست خط روند زده، XMR میتونه جاش خوب باشه بچه ها. بزنم سعید رو دوباره بزنم شیم و XMR رو میشه تقریبا اینجا اچه XMR رو اینجا میشه یه حرکت روش زد، یعنی بیاری پشت، اینو من پاکش کنم گذشته است، اینم بردارم. میارم میذارم پشت این خط روند نزولیش و سقفشو میذارم اینجا، اینم میتونه بهت یه سود خوشگل بده، اینم یه سیگنال رایگان برای بچه های یوتیوب، سقفشم بذارم براتون. اگه فیوچرز هم خواستی باش کار کنی پله اول پله دوم، ولی این اثبات این فیوچرز، امیدوارم که زود به دستتون برسه و بتونین ازش سود کنین. لیوریج 10 ببندین و یه 20% بهتون میده. خب دیگه چی ببندیم؟ دیگه هیچ.
مواظب خودتون باشین. یه سر اینجا بزن. ها یادت تو استوری اینستاگرام اومدم گفتم آقا بازار ریخت رو 40، بخر تا میتونی بخر ریخته، یا تو ویدیو یوتیوب پیروزی گفتم. ببین 3 روز گذشت، اوکی؟ پس خیلی راحت میشه نوسانگیری کرد بچه ها. لطفا نوسانگیریه رو انجام بدین، خوبه و کلی میتونه واسه تون سودساز باشه. یعنی کف قیمت، اونجایی که همه ترسیدن قرمز بود مارکت، تو بخر با تضمین من. بالاخره این میره بالا، 3 روز، 1 هفته، 10 روز، 1 ماه. تو پولت آوردی تو این مارکت، پس لازمش نداشتی. پولت آوردی تو این مارکت که ازش سود بگیری. پولت آوردی تو این مارکت سرمایه گذاری کنی، چه 100 دلار چه 100,000 دلار. پس تو یه سرمایه گذاری، تو سرمایه گذاری باید چیکار کنی؟ کف بخری، سقف بفروشی. و الان یه پله میتونی خارج بشی، یه پله میتونی باز بره بالاتر توی عددهای 45,000، همون تحلیلی که اول ویدیو کردیم، اونجا خارج بشیم. پر حرفی نکنم، مواظب خودتون باشین بچه‌ها و فعلا.